گزارش‌ها حکایت از سوء استفاده از اقلیت‌های اویغور در استان سینکیانگ چین توسط شرکت آلمانی تولیدکننده مواد شیمیایی دارد. امی هاوکینگز، خبرنگار ارشد رسانه‌های چینی، تا یک گزارش اظهار داشت: به نظر می‌رسد از شرکت تولیدکننده مواد شیمیایی آلمانی BASF در سوء استفاده‌های فاحش از اویغورها در سینکیانگ دست داشته باشند و باید از استان سینکیانگ چین خارج شود. شایان ذکر است اویغورها یک گروه قومی عمدتاً مسلمان ترک می باشند که مدت هاست با پکن روابط ناهمواری داشتند و پکن آنها را متهم می کند که می خواهند از حکومت چین جدا شوند. روز گذشته ده ها تن در حملاتی در منطقه مورد مناقشه در سودان جنوبی کشته شدند. گفتنی است حدود 20 نفر از جمله افسران عالی رتبه پلیس، ارتش و امنیت ملی در درگیری‌های اخیر کشته شدند. مغازه‌ها و خانه‌ها در این منطقه نیز از آتش درگیری‌ها در امان نماندند و سوختند. بر اساس گزارش رسانه‌ها، درگیری در مناطق مورد مناقشه مانیانگ و نین آکونگ در سودان جنوبی در ماه اوت آغاز شد و تا کنون بیش از 100 قربانی را به کام مرگ فرو برده است. مقام های هندی اعلام کردند که در انفجاری بزرگ در یک کارخانه تولید وسایل آتش‌بازی در ایالت مادیا پرادش 11 تن کشته و 80 نفر زخمی شدند. پلیس هند گفته آتش سوزی در این کارخانه هنوز کنترل نشده و گروه های امداد در حال تلاش برای مهار این آتشند. مقام های هندی گفتند که دلیل انفجارهای متعدد نبود وسایل ایمنی در این کارخانه ها است و بسیاری از کارخانه ها بدون مجوز کار می کنند. گفتنی است آتش بازی در هند بسیار رایج است و مردم این کشور در همه جشن‌های ملی و محلی، به ویژه در جشنواره دیوالی و همچنین در جشن‌های عروسی، از ترقه‌ها استفاده می‌کنند. انتخابات روز پنجشنبه در پاکستان در حالی دایر می‌شود که شماری از فعالان این انتخابات را از قبل ناقص و نامعتبر خواندند. در همین راستا مرکز تحقیقاتی گالوب در گزارش جدیدی گفته که در سالیان اخیر بی‌اعتمادی مردم پاکستان به انتخابات در این کشور افزایش یافته و از هر 10 پاکستانی 7 تن آن به واقعی بودن انتخابات باور ندارند. گفتنی است در آستانه انتخابات روز پنجشنبه، پاکستان به خصوص ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان شاهد افزایش ناامنی‌ها بوده و جدایی طلبان بلوچ و گروهک سنی‌های تندروی تحریک طالبان پاکستان حملات را انجام دادند، ولی مقامات امنیتی پاکستان به رسانه‌ها گفتند که تدابیر لازم برای تأمین امنیت نامزدان، رای دهندگان و مراکز رای دهی در نظر گرفته شده است. دست کم 10 نفر روز گذشته در یک بازار شلوغ در موگادیشو، پایتخت سومالی، در پی انفجارهای متعدد کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اخبارشی به نقل از الجزیره، این حادثه در بازار باکارا، بزرگترین بازار موگادیشو، رخ داده است. پلیس سومالی گفته که تحقیقات در حال انجام است، اما هنوز علت این انفجارها مشخص نیست. اگرچه گروه سنی‌های تندروی الشباب وابسته به گروهک سنی‌های تندروی القاعده به طور معمول در مناطق پرتراکم در سراسر کشور بمب‌گذاری می‌کنند، و شایان ذکر است الشباب سال‌هاست که با دولت فدرال سومالی و نیروهای حافظ صلح اتحادیه آفریقا می‌جنگد و به دنبال ایجاد یک دولت جدید بر اساس تفسیر خود از قوانین اسلامی است. در پایان گفتنی است باکارا بزرگترین بازار موگادیشو مملو از تاجران است و جایی است که اکثر ساکنان روزانه غذا، لباس، دارو، لوازم الکترونیکی و سایر اقلام خود را خریداری می کنند. صبح روز چهارشنبه انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری آذربایجان آغاز شد. رقابتی که الهام علیوف رئیس جمهور کنونی یکی از 7 نامزد آن است. 6,478,623 نفر واجد شرکت در انتخابات هستند و 6,537 صندوق اخذ رأی در سراسر جمهوری آذربایجان برای این انتخابات در نظر گرفته شده است.
مقامات جمهوری آذربایجان 26 صندوق برای مناطق آزاد شده در قره‌باغ کوهستانی مستقر کردند. خبرگزاری روسیه تاس نوشت که محبوبیت الهام علیوف پس از بازگرداندن کنترل باکو بر منطقه مورد مناقشه قره‌باغ کوهستانی به اوج رسیده است.